سلام چهارشنبه 22 اردی به 95 11 می 2016 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که در کشور 400 هزار میلیارد تومن پروژه نیمه تمام وجود داره اولویت دولت اتمام این پروژه هاست در حالی که بودجه عمرانی که به سختی به چهل هزار میلیارد تومان میرسه اکثرا هم در طول سال پرداخت نمیشه و کماکان این پروژه ها نیمه تمام میبینم حاصل سفرهای استانی بی رویه و بی برنامه دولت آقای خامنه ای یعنی احمدی نژاد که اتفاقا این کارهاش هم خیلی مورد تایید رهبری بود این است که کارهای بی حساب و کتاب در کشور انجام شده پروژه های غیر مفید و نیمه کاره که احتمالا هم هر زمانی تمام بشه پیشا پیش بچه مرده به دنیا میاد و زیانده پروژه ها شکل میگیرن وقتی پروژه ای اجراش انقدر طولانی بشه آقای روحانی هم در صحبتی که کرده گفته به زودی به مردم گزارش میدیم که دو میلیارد دلار اوراق قرضه که در امریکا به حکم دادگاه توقیف شده اهمال دولت قبلی بوده و ده ماه فرصت داشته اون میان که این پولها را از امریکا خارج بکنه و نکرد البته آقای روحانی گفته ما شکایت میکنیم علیه امریکا به دادگاه های بین المللی و این پول رو نمیگذاریم امریکایی ها بردارن موضوعی که البته بعید به نظر میرسه برای اینکه از مسیر دیگری در واقع این توقیف پول به دلیل دیگری اون هم تروریسم توقیف شده اما در همین صحبت آقای روحانی از آقای حاشمی رفسنجانی و سردار سلیمانی هم تقدیر کرده و جالبه که هم صدا و سیما و هم سایت های طرفدار سپاه و جناح محافظ کار تعاریف تعریفشون از آقای رفسنجانی رو حذف کرد آقای مصباحی مقدم سخنگوی شر... ش... جامعه روحانیت مبارز هم به سراحت گفته که احمدی نژاد لیاقت بازگشت به عرصه قدرت رو نداره و شورای نگهبان باید او رو رد البته به امثال آقای مصباحی مقدم باید گفت که شما در زمان انتخابات سال 88 و جنبش سبز کجا بودید چرا همون موقع که امثال آقای مهندس موسوی آقای کروبی و میلیون ها نفر از مردم همین رو میگفتند که این دولت آقای خامنه ای مملکت رو به تباهی خواهد کشوند ساکت بودید و حتی چشم فرو بستید به کشدار مردم زمنان ایشون گفته که آقای احمدی نژاد به رهبری بعد از قطنامه شورای امنیت گفته که به آخر خط رسیدیم و باید کوتاه بیایم آقای خامنه ای مخالفت کرده و آقای احمدی نژاد از خودش سلب مسئولیت کرده و آقای خامنه ای مسئولیت پرونده هسته ای رو به عهده گرفته البته آقای احمدی نژاد کسی بود که قطنامه ها رو قبلا میگفت ورق پاره یا میگفت انقدر قطنامه بدین تا قطنامه دونتون در بیاد ولی دست کم در یک جای فهمیده بود که جلوی ضرر را از هر جا بگیرن منفعته و این شخص آقای خامنه ای بود که بی پروژه بی سرانجام رو ادامه داد تا اونجا که میلیاردها دلار به کشور خسارت زد و آخرش هم در واقع سند تسلیم این پروژه رو به موجب برجام رضایت داد و امضا کرد و تحویل دادم موضوع دوم اینکه ایران در رقابت نفتی با عربستان و عراق باز هم قیمت نفت خودش رو کاهش داد عربستان از مدت ها قبل به سراغ مشتری های ایران مثل چین و کشورهای اروپایی رفته و نفت ارزانتر از بازار به اونها پیشنهاد کرده در رقابت اقتصادی که با ایران داره عراق هم که با افزایش تولید به میدان آمده همین کار رو کرده به همین دلیل ایران هم ناچاره برای اینکه بتواند نفت بفروشه باز هم به کاهش قیمت نفت دست بزنه آقای جان کری در انگلیس عنوان کرده که بخش تجاری برای خودداری از معامله با ایران تحریم رو بهانه میکنه و قرار است که فردا پنجشنبه با تعدادی از بانکداران انگلیسی و اروپایی هم صحبت کنه اگرچه موضوع نیست که به این سادگی قابل حل باشه و بشود بخش تجاری سرمایه گذاری و بانکی دنیا را وادار کرد که با کشور بیحساب کتابی مثل ایران که اینطور هر روز یک موشک هوا میکنه و برای این و اون شاخ و شونه میکشه و بد و بیراه رهبرش یعنی آقای خامنه ای به دنیا و غرب و غیره و تمدن و تجارت و غیره میگه انتظار داشت که بتوانند برند با ایران تجارت کنند اما ایران رئیس سازمان حج اعلام کرده که نامه ای رو به کنفرانس اسلامی نوشتند و در اون ده روز به عربستان مهلت دادند که همکاری در مورد حج بکنه و اگر نه احتمالا در شورای عالی حج اساسا حج امسال منتفی میشه عربستان در خصوص ویزا در خصوص حمل و نقل و مسکن حجاج شرایطی رو گذاشته به اضافه شرایط اضافه در خصوص فرهنگی و صدا بلند کردن و غیره و غیره که جمهوری اسلامی اونها رو تحقیرآمیز میدونه و احتمالا زیر بار میخواد نه اما سپاه مازندران هم اعلام کرده که از کشته های سپاه دوازده جنازه در دست مخالفین اسد که عمدتا جپه انصر ان مورد تایید عربستان هست باقی مونده و در واقع جنازه های کشته ها هم در دست مخالفین موضوع سوم این که شرکت فولاد خرماباد از پنج ماه پیش متوقف شده و سی کارگر اون بلا تکلیف و بدون دریافت حقوق هستند کارخانه عمران البورس هم که سازنده مصالح ساختمانی هست در استان گیلان تعطیل شده و 53 کارگر اون بیکار شدن متوسط سابقه کار این کارگران 15 ساله موضوع چهارم این که همسر محمود بهشتی لنگرودی که سخنگوی کانون سنفی معلمان که دست به اعتصاب غذا زده اعلام کرده که حال او مساعد نیست دچار خونریزی معده شده همینطور کلیه مشکل پیدا کرده احتمال دیالیز هستش سازمان اف بین الملل هم با صدور بیانیه‌ای در خصوص امیر امیرقلی فعال دانشجوی چپگرا خواستار آزادی او شده و حبس سنگینی که به این جوان دانشجو دادند نزدیک به 20 سال حبس محکوم شده امیر حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران دستگیر شد برای دیدان مادر بزرگش رفته بود و با اتهام جاسوسی مواجه شد سرانجام هم در مبادله زندانی ها آزاد شد در امریکا به گفته وکیلش دست به شکایت علیه ایران زده به اتهام با این شکایت که در طول زندان در انفرادی شکنجه و تحت فشار موضوع پنجم اینکه دادستانی نیشابور نامه کتبی داده و کنسرت آقای کیوان کلهر رو که قرار بود سه شنبه و چهارشنبه برگزار بشه لغو کرده علا رقم این اجازه های این کنسرت از مدت ها قبل از همه ارگان های مربوطه گرفته شده بود این برای چندمین باره که مقامات قضایی در این امور دخالت میکنند و همه مراجع رسمی کشور رو در واقع خارج پرانتز میگذارم آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم خط و نشون کشیده برای ورزشکاران و هنرمندان گفته اگر در جلسات مبتزل و خلاف موازین اخلاقی شرکت کنند اسامی اونها رو افشا میکنند این یعنی اینکه در خصوصی های زندگی اینها هم قرار است دادستانی بره و دخالت بکنه اما به گفته مسئولین سازمان مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته سی هزار نفر در اثر مصرف مواد مخدر فوت کردند و 790 هزار نفر تحت درمانند که نزدیک به ده هزار میلیارد تومن برای کشور هزینه موضوع پنجم این سی تشکل دانشجویی نامه ای رو خطاب با آقای روحانی نوشتم و در اون خواستاره این شدن که اعتبارنامه خانم مینو خالقی به مجلس فرستاده بشه دانشجویان پرسیدن مگر میزان رأی ملت نیست حرفی که آقای خمینی زمانی زده بود بنابراین چرا بعد از انتخاب چون این برخوردی شورای نگهبان میکنه این در حالیه که خبرگزاری فارس و تسنیم دو خبرگزاری سپاه خبر دادند که شورای حل اختلاف رأی به ابطال آرای خانم خالقی داده و او را از راه یافتن به مجلس باز داشتن موضوعی که البته جای دیگه هنوز تایید نکرده اما موضوع آخر اینکه که فرمانده نیروی دریایی سپاه سردار فدوی فرمودن که امریکایی ها در خلیج فارس مجبورند به فارسی به سپاه جواب بدن ایشون فکر کرده این فتح الفتوحیه احتمالا امریکایی ها براوردشون این است که حضرات سپاهی انگلیسی بلد نیستن و به فارسی فقط حرف منو بنابراین این مترجم فارسی گذاشتن اگر به هر زبون دیگه ای هم حرف میزدن اونها میرفتن و مترجم همون زبون رو میافردن جناب ترامپ احتمالا کاندیدای حزب جمهوری خواه هم وقتی که آقای صادق شهردار مسلمان انتخاب شده در لندن گفته که به امریکا نمیره برای اینکه حرفهایی که, حرفهای که ترامپ زده گفته برای ایشون ما استثناء قائل میشیم البته آقای صادق گفته من به امریکا نخواهم رفتن دکی سهر نزدیک هست تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانه